به جای اینکه ما در مورد کارآمدی بریم هی رو افراد صحبت کنیم که امروز یکی از مشکلات جدی ما اینه که میگن آقای ایکس کارآمد بود وقتی اومد رو کار یا ناکارآمد بود، حالا آقای ایره اگر بیاد مثلا خیلی بهتر میشه. من خیلی به این اعتقاد ندارم. البته درست هست، یعنی آدم ها خیلی میتونن نقش بازی کنن، کسی خودش کارآمده یه کسی کارآمد نیست، اما یه مقدار ساده اندیشی است که ما همه رو به آدم ها نسبت بدیم. چون من در طول این تجربه 40 ساله ای که دارم دیدم که آدم های بسیار کارآمدی اومدن در بعضی از حوزه ها قرار گرفتن به خاطر ساختارهای غلط و ناکارآمد و کلیشه‌ای ناکارآمد شدند. من معتقدم تو مسائل اجتماعی و سیاسی هم ما آداپتور می‌خوایم نداریم، یعنی دعوا داریم بین جناهای سیاسی که همدیگر رو نابود میکنن. اینو داخل پرانتز میگم، آداپتور نداریم، یعنی یه آدمایی نه بیان این دو جریان رو به هم وصل کنن. ببینید یه سری جریان ها باید با هم کار کنن تو کشور، اما به هر دلیل سایه همدیگر رو با تیر میزنن. ما این وسط تو سیاست، چرا من این برنامه صبحانه خوردن رو راه انداختم؟ برای اینکه با 100 نفر آدم سیاسی کاملا متعارض، یعنی متناقض، من با اینا نشست داشتم. یعنی من میگم که از آقای مثلا اتریانفر، ابتهی، صادق زیبا کلام، حسین کروبی، محمد علی زم، عماد باقی، من ده ها اسم میتونم بشمارم. بعضی از اینا رو من خبری کردم، بعضی زیادیش هم خبری نکردم. میگم ما با اینا حرف میزنیم، صبحانه من آدمای دیگه اینوری هم هستن، هر دو جریان. بعد من احساس میکنم که یه جاهای سوء تفاهمه. الان من بحث فتنه رو ندارم، فتنه یک پروژه مستقل نیست. 88 بعضی این صحبت منو نرن بزنن تو اون چارچوب و تحلیل کنن. نه من دارم کلی میگم. من میگم از عادل فردوسی پور اینجا میاد پیش من میشینه، درد دلشو میکنه، صبونه میخوریم، تا آقای سیروس مقدم پایتخت. من اگه بتونم کاری هم کنم براشون میکنم، نتونم هم فقط درد دلشون رو گوش میکنم، سبک میشن. اولا ما اینو نداریم، یعنی ما تو حوزه سیاست یه جاهایی که مجبوریم خانم سعید محمودی‌کیار انجام دادیم. ما مثلا 4 تا پاسدار ما رو سر مرز ضد انقلاب اشرار میگیرن، همه شما تو اخبار میشنوید که آقا دارن مذاکره میکنن که برن این 4 تا مأمور ناجا رو مثلا آزاد کنن. چی جوری مذاکره میکنن؟ کی میکنه؟ دولت ها میشینن مذاکره میکنن؟ نه، یه آداپتورای اجتماعی سیاسی اونجا هست، مثلا شیوخی هستن، رؤسای قبائلن، یه پاشون اون وره، یه پاشون این وره، هم این وریای قبولشون دارن، هم اون وریای خود قبولشون دارن، فامیلن اصلا با هم، دختر دادن، پسر دادن، ارتباط دارن با هم دیگه. این میگه خیلی خب من حل میکنم، یه جلسه میگیره توی جایی، توی چادری، توی محلی، میگه بابا شما بگید 4 تا رو آزاد کنن، فلان مشکلم شما دارید ما میگیم حل کنن فلان. بعد به تفاهم میرسن، تموم میشه. شما داری اخبار گوش میکنید، میگن آقا پاسدارای ما آزاد شدن. آخه از زیر بوته که یه چیزی عمل نمیاد، یه مسیری رو طی کرده. اونجاها مجبوریم داریم و خیلی هم خوبه و باید تقویت هم بشه، جدیتر هم باید بشه. اونا هم فقط این مواقع بهشون رجوع میشه دیگه، تقریبا. یعنی ما تا نیاز پیدا نکنیم مثلا نمیریم این نهادها رو اید، ما باید این نهادها رو ایجاد کنیم. آقا بعضی ها تحول فرار میکنن، میترسن، که من به اینا میگم حرف تحول میزنید ولی با عینک ارتجاع نمیتونید تحول رو مدیریت کنید. عینکشون ارتجاعه، اصلا عینکشون اجازه نمیده یه خود تغییر ببینن. تا میخوان یه خود تغییر ببینن احساس میکنن به 100 جای دیگه برخورد. نیرو انقلابی ها، من با اینا خیلی درگیری دارم. نیرو انقلابی تا شما یه خود متفاوت حرف میزنی میمیره اصلا. بابا رهبری اینو میگه، امام اینو میگه، تحول حرف نیست والله، لغلغه زبان نیست، حرافی نیست، تحول عمله. انقلاب یک پروژه نبود، انقلاب یک پروسه است. ما اومدیم که بمانیم، نه اومدیم تحمیل بدیم بریم. ما مارکسیست نیستیم، حکومت شوروی نیستیم که 70 سال
ببندیم مثل یه حکومت آهنی که اون قدرت هم ما نداریم، اصلا ما در اون سطح نیستیم. بعد از 70 سال فروپاشی شد رفت. ما حکومت شوروی نیستیم، ما یه حکومت بر پایه نظام عدل اسلامی هستیم، آمدیم به فضل خدا بمونیم و تحویل امام زمان بدیم حکومت رو. اعتقاد ما اینه، اصلا این انگیزه با ما میده کار کنیم، انگیزه دیگه ای نداریم. حالا که اینجوری میگیم بابا تحول مهمه، بفهمید تحولو، یه جاهایی باید تغییر کنید، بفهمید اینقدر از امکاناتی که دارید، بودجه‌ای که دارید، قدرتی که در اختیارتون هست، اینقدر سعی نکنید حکومت رو کاریکاتوری کنید، حکومت رو خالی کنید از محتوا. خالی که بشه دیگه اسم جمهوری اسلامی باشه، باشه، اما از همه ارزشاش خالی میشه. این به درد نمیخوره. این نه اوجب واجباته که بشه در واقع برای حفظش همه کار کرد که نگاه رهبران بزرگ ماست، نه اصلا دیگه ارزشی پیش مردم داره. ما اینا رو متوجه نیستیم، تحول رو نمیفهمیم، نمیفهمیم انقلاب ذاتش تحوله، هی در جا میزنیم. ببینید من میگم اون سیستمی که رو کار میاد، مثلا یه قوه مهمه، یه فرد نیست. اتفاقا من دارم میگم یه آدم ممکنه کارآمد باشه، آدم مدل خسته شه ول کنه. من میگم اگر ما داریم آسیب شناسی میکنیم بعد از 42 سال از انقلاب، ما میگیم آقا نگاه جهادی که به حرف نیست، نگاه جهادی به تحول تو خیلی از حوزه هاست. بله اگر رئیس قوه مجریه اهل تحول باشه، اهل تغییر نظام منحط کلاسیک ناکارآمد اداری باشه، میتونه اینو حل کنه. به شما میگم من هر چی که داره جلوتر میریم و چیزی نمونده به ثبت نام، فضا رو من نگاه میکنم، وظیفه خودم رو سنگین‌تر میدونم برای اومدن در میدان و ثبت نام برای انتخابات. یعنی بیشتر احساس تکلیف میکنم وقتی صحنه و آرایش رو میبینم. اما در مورد نه من که اصلا مستقلم، نه من با بقیه فرق میکنم. بسیاری از دوستان عزیز ما که الان تو حوزه انتخابات الان فعالن، اینا یه جوری وابسته به جریان‌های سیاسی، حتی همه‌شون هم مستقل داریم توشون، اما براشون معادلات جریان‌ها مهمه و تو معادلات تنظیم میکنن خودشون. الان هم چشم‌بندی نیست، 2-3 تا نهاد مختلف داریم، جامعه روحانیت مبارز داریم که این دوره به طور جدی تو انتخابات وارد شده، جمعای سابق رو داریم با یه تغییر نام به نام شورای ائتلاف فعال تو این حوزه، جریان های مستقل هستن. من اسم میبرم که بعد یکی بگه چرا اونو گفتی منو نگفتی، ولی جریان هایی هستن که با هیچ کدوم این دوتا نیستن، ولی دارن کنشگری میکنن، هوادار دارن، سمپات دارن، بخشی از جامعه رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن. من جز اون نامزدایی هستم که هیچ نسبتی با جریان های سیاسی ندارم، با همه شون دوستی و رفاقت و تعامل دارم. اما بله هممون منتقدیم، هر کدوم یه حدی الان موضع داریم. من به بعضی از اینا که میشینم تو جلسات میگن چی؟ میگن آقا ما چیکار کنیم قشر خاکستری رو جذب کنیم؟ دیدید دیگه تو این ازبالایی ها اونوری ها هم دارن. آقا 5% 10% این ورن، 5% 10% اون ورن، 80% مردم شدن خاکستری. اینا همه حرفشون اینه که ما قشر خاکستری رو چجور جذب کنیم. شعار من اینه که من خاکستری هم، من هشتک اینو دارم. آقا من خودم خاکستری هم، من غلط میکنم بگم من قبه نورم مردم خاکستری هم. اصلا من سیاه نباشم، خاکستری باشم، هزار بار خدا رو شکر میکنم. پذیرشش از نظر شما از طرف مردم قبول شما رو به عنوان خاکستری حساب کنن؟ اصلا من مهم اینه که خودم چی فکر میکنم در وهله اول، ولی مردم انتخاب میکنن شما رو. اشکال نداره. من میخوام بگم من قبه نور نیستم، ببین میدونم هرچند شما اشکال نداره، چون شما بالاخره شما برید از اصولگراها بپرسید. نه من شما رو با عمل کرده شما اگرچه که حالا همینطوری که دارید میگید تو سالهای بعد از ریاست صدا و سیماتون این صبحانه هایی که با سیاسین داشتین، گفتگوهایی که با قول شما با افراد متفاوتی بوده، در واقع همین واکنش به این که چرا شما با فلانی نشستید نشون میده جایگاه و در واقع پایگاه شما رو اصولگرایان میدونن. همون هایی که کنار شما میان میشینن، از بقول شما حسین کروبی میاد اینو میگه، اون میگه جنبش ها میگید فتنه،
نشون میده که شما در واقع کسی هستید که نزدیک به اصولگرایان هستید. مردم چطور این رو باید چون به هر حال شما عملکردتون تو صدا و سیما بهترین سنجه عملکرد شماست. کاملا درست. ببینید سوال خوبیه. میتونه سوال مردم هم باشه. اونی که من راجع به سفید و خاکستری میگم واقعا اعتقاد خودم هست. من خودم رو بل الانسان و علی نفسه بصیره آیه قرآن، هر کسی خودشو بهتر از بقیه میشناسه. من واقعا قبه نور نیستم، من سفید و درخشان نیستم. من خیلی سعی کنم مثل این جریان مردم، اگر میگید خاکستری، به نظر من اون خاکستری نیست، اون عین سپیدیه. جریان عمومی مردم یه پاکی، یه بساطت، یه انگار فطرت پاک انسانی. من اگر جزء این جریان باشم و سیاهی من، لکه سیاه من توی این جریان خاک نور مردم دیده نشه، باید کلامو بندازم هوا. این اعتقاد شخصی، مال هر کی هر چی میخواد فکر کنه، حق داره، حق داره، چون آدما روی یه سری نشانه ها قضاوت میکنن. حالا اون واسه تو رسانه ها، رسانه جای خود داره، باید دقت کنیم نشانه ها رو، اونم آدرس عوضی ندیم، میتونه تقصیر خود ما هم باشه. اون موضوعشو بذارید کنار، خواستید بحث میکنیم یه روز دیگه. اما من الان سالهاست دارم میگم که بابا اصولگرا و اصلاح طلب پوست خربوزه زیر پای ملت بوده. سالهاست من میگم. پارسال یه عده اومدن شعار دادن تو خیابون، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یه خبرنگار اما سوال میکنه، میگم که شعار منه. خب آیا زرقم اگه ساختار ایراد داره، خب به قول شما فرد کارآمدی هم روی کار، ما الان راجع به انتخابات پیش رو من میخوام بپرسم. درست. شما میگید که این ناکارآمدی هایی که در دولت های مختلف بوده لزوما به خاطر ناکارآمدی یک شخص نبوده، ساختار ایراد داشته بوده. الان چطور یه شخص میتونه بیاد و با وجود همین ساختار، چون ساختاری که عوض نشده یا تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کنه، یک شخص رئیس جمهور باید ساختارا رو به هم بزنه. بزنه زیر میز. این اختیارو داره. بسیار اختیاراتش وسیعه. وقتی که دولت عوض میشن همه میگن نتونستیم نذاشتن، ضعف خودشونه. اشکال نداره. ببینید اولا من معتقدم اینو ما رو نوشتم ها، فعل بداهه نیست. ما تو اصول خیلی مشکل نداریم، ما تو رویه ها و روش ها مشکل داریم. همه جای دنیا یه خط قانون می نویسن، دو جلد کتاب حساب شده رویه و روش می نویسن. ما میریم 10 جلد اصول قانون می نویسیم، همه عالی، بابا همه مصوبات عالی، اما وقتی می خوام یه خوده براش رویه اجرایی، روش اجرایی درست، من اینا رو درس می دم تو مدیریت که آقا رویه و روش یعنی چی. وقتی ما تو این حوزه ضعیف میشیم، هزار تا شما قانون خوب تصویب کنید، تو عمل نمیتونیم کارنامه خوب داشته باشیم. رویه و روش بخش عمدهش در اختیار خود دولته. حالا با توجه به اینکه الان بحث مشارکت تو انتخابات همین مسئله جدیه، همونقدر که فضای انتخابات 3 ماه مونده به نظر فضای خیلی گرمی نمیاد، در مورد مشارکت هم قاعدتا چالش های وجود داره. این جذب اینها به مشارکت در انتخابات باشه سازوکاری اتفاق میفته. من هم فعلا ارزیابیم بر اساس نظرسنجی ها در واقع خیلی خوشحال کننده نیست. میزان مشارکت مردم پایینه و ما چون در انتخابات قبلی هم در واقع یه جورایی رکورد کاهش مشارکت ملی رو داشتیم، طبیعی است که نگران باشیم. بعد مجلس به همین دلیل رهبری معظم در سخنرانی اخیرشون یک تأکید جدی بر حضور گسترده و پرشور و حضور مردم داشتن و من مطمئنم تا مقطع انتخابات ایشون خیلی جامع و کامل تبیین میکنن، توضیح بیشتر میدن، مردم رو ترغیب میکنن به مشارکت مثل دوره‌های قبل. این دوره من جدیتر واقعا میدونم این مسئله رو. توی این مملکت بعضی ها شدن کارشناس نظر رهبری، گرفتاری ما اینه، شدن کارشناس. اولا هر چی میگی، من اینا را اسمشون رو گذاشتم آقا اجازه، میگم باید بریم ما اجازه بگیریم. حالا بحث رهبری یه طرفه، بحث دیگران یعنی پدرخوانده های توی این مملکت تولید شدن این پدرخوانده ها، داری با یه آدم رشنال
عقلانی، خوب حرف میزنی، هر چی میگی میبینی مثل مجسمه نگاهت میکنه. آقا یه تاییدی، یه تکذیبی، فهمیدی چی گفتیم؟ نفهم. بعضیا ربات شدن، باور کنید بعضی از این سیاسیون تو جلسه ربات شدن. بعد میگه اجازه بدید من باید برم با حاج آقای فلانی، آقای دکتر فلانی یه هماهنگ کنم ببینم نظر اون چیه، بعد به شما میگم. میگم بابا خودت آدمی، گوش کن دیگه، حرف بزن. اون یه بدبختی ماست، پدرخوانده ها و قیم هایی که از اول گفتن ماییم. حالا بعضیا شدن کارشناس آقا، اولا میگن که همه چی از آقا باید اجازه گرفت. من یه جای دیگه گفتم اینا خیلی هاشون راست نمیگن، بعضیشون راست میگن، میخوان جزئیات رو برن سوال کنن، غلطه. اصلا آقا خودش اینو قبول نداره. من رئیس سازمان بودم، هر وقت یه سوال مهم میکردم آقا جواب نمیدن، یعنی تو رو گذاشتن بگی حل کنی، نه اینکه هر روز من اجازه بگیری و واسه چی رفتی اونجا تو. این حالا یه پاسخ. ولی خیلی از اینا میگن آقا اجازه قبول ندارن، اینقدر سوال میکنن ببینن کجا یه چیزی به نفعشون میشه، حرف خودشون رو به اسم آقا به خورد مردم بدن. ولی من معتقدم این انتخابات اگر اتفاقا مشارکت حد اکثری یه جوری همیشه مستحب بوده، اتفاقا این دوره واجبه. این دوره یه دوره خاصیه، آحاد مردم باید بیاد و مشروعیت نظام رو دوباره صحه بذارن، بگن پای نظام هستیم. در این شرایطی که دشمن ناامید میشه، در این شرایطی که مشروعیت ما تثبیت میشه، قدرت میده به مسئولین کشور که برن 4 تا کار کنم برای مردم. امیدواریم انشاءالله اینطوری بشه، مردم با درک صحیح شرایط ناامیدیاشونو بذارن کنار، گره بزاریاشونو بذارن کنار. حق دارن، یه جا موضع در واقع دیگه انفعال به مردم دست میده، نمیخوان همکاری کنن، مسئولینو در واقع مقصر میدونن و حق باید بهشون داد که بعضی موقع یه خوردی کنار ما میستن ببینن که حالا چه اتفاقی میفته. اما این راهش نیست. سرنوشت ما به دست خودمونه. سرنوشت چیزی نیست که واسطیم ببینیم چه اتفاقی میفته بعد بگیم حالا ما اینجا جایگاهمون کجاست. سرنوشت رو ما تعیین میکنیم. مردم باید بیان سرنوشتشون رو خودشون تعیین کنن. وقتی آحاد مردم حضور پیدا کردن، حتما نتیجهش نتیجه خیری برای مردم.